سلام، شامتان بخیر. خوش آمدین باز هم به شام یک. ما فرهاد رامکیستم، شما همین لحظه تلویزیون یک تماشا دارین. تشکر میکنم از تمام وطندارایم که همیشه وقت تشویق میکنن، حمایت میکنن و کامنت های بسیار خوب شما را میخوانم. بعض دوستای ما کامنت منفی هم میگذارن، از اونام سپاسگزار هستم. به منظور این که انتقاد میکنن و انتقاداتتونم بالای هر دو چشم. امشب هم مهمان بسیار گرامی را با خود داریم، جناب عبدالستار سعید، رئیس مطبوعات اداره امور افغانستان همراه ما هستند. جناب سعید صاحب خیلی خوش آمدید، تشکر از یک وقت دادین و آمدین به برنامه ما. سلامت باشین، بخیر باشین. بخیر باشین. یک تشکری ویژه و خاص از رستوران پرایم می داشته باشیم، فضای دیدنی و جذاب، مکانی که همیشه وقت ما میایم دلم باغ باغ میشه. امیدوار هستم اگر شما گاهی وقت خسته میشین بیاین به پرایم. و همچنان از شرکت صنعتی امین نور، تولید کننده بطری های افغان پاور، حمایت کننده مالی برنامه ما، همچنان سپاسگزاری میکنم. یک دنیا سپاسگزارشون هستم. شما بیاین از تولیدات وطنی خود حمایت کنین. وطنیست، کاملا وطنیست. و اگر بطری و موتر تان نیاز دارین، به خانه تان نیاز دارین، پس افغان پاور را فراموش نکنین. جناب سعید صاحب، مشخصا خودتان با زنای افغانستان چی مشکل دارین؟ بسم الله الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و بعد. قبل از همه سلام و احترام تقدیم می دارم به تمام بینندگان تلویزیون یک و علاقمندان برنامه شما. این سوال بسیار مهم است، زیرا که در این روزا می سر و صداها که امارت اسلامی حقوق زنان را زیر پا کردن، بسیار در رسانه های موضوعات می چرخد. گوری دی خزو پباره که زموږ نظر یا د اسلامي امارت نظر، یک شخصا ته زما له معنی پوښتنه کوي، مشخصا زما خپله، یعنی زموږ د ما د ژوند یو لوی هدف یا د دغې مبارزې یو هدف مو هغه دا ده چې ښځو ته یا زنانو ته چې اسلام کوم حقوق ورکړي دي، کوم چوکاټ د ژوند او د کار او د فعالیت یې ورته ټاکلی ده، په هغه قانون باندې برابر زندگی ولري. اوس دا معیارونه فرق کوي. مثلا ځینې د ښځو زندگی ته د غرب له عینکو نه ګوري. هغوی ښځې د کوشش کوي د ښځو د ازادۍ په نامه باندې هغه معیارونه چې الله تعالی د ښځو لپاره وضع کړي دي هغه حدود نقص کی، او دغه موضوع یې ډېره ګرمه کړې ده. خو په حقیقت کې ګوري، الله تعالی دغه انسانان چې پیدا کړي دي، ښځې او نارینه، لکه څنګه چې د خلقت له لحاظه مختلف دي، دوی ته الله تعالی د ژوند هغه مختلف چوکاټونه هم ټاکلي دي. مثلا ښځه او نارینه دوی د خلقت په لحاظ باندې یو له بله بیل دي. همداسې الله تعالی دوی ته د زندگی لپاره بیلابیل میدانونه یا بیلابیل عرصې هم ټاکلي دي. مثلا ځینې کارونه چې په سړو باندې لازم دي، په نارینهو باندې لازم دي، هغه په ښځو باندې نشته، یا ځینې چې په ښځو باندې لازم دي، هغه په سړو باندې نشته. په عموم کې که موږ وګورو، د انسانانو یو کورنۍ ژوند ده، خانوادګي زندگی ده، او یو اجتماعي ژوند ده. په کورنۍ ژوند کې ډېر مسؤلیتونه ښځو ته راځي دي، او په اجتماعي ژوند کې ډېر مسؤلیتونه نارینهو ته راځي دي. نو دا یو تقسیم سوی ده د شریعت له نگاهنه. موږ غواړو د هغه تقسیم په بنا باندې ښځو ته دغه د ژوند چوکاټ برابر کړو. ګورئ، که څوک دا وایي چې د ښځو او د نارینهو تر مابین مساوات دی، ښځو د نارینهو تر مابین مساوات نشته، بلکې عدالت. عدالت دا معنی چې هر یو ته د ژوند خپل چوکاټ، خپل تګلاره معلومه ده، او په هغه تګلاره باندې باید دوی زندگی ولري. زموږ هڅه دا ده چې په افغانستان کې ګوري، په دغه تیرو شلو کلونو کې دلته په مختلفو بهانو باندې دا کوشش وسو چې له ښځو نه د تبلیغاتي یا تجارتی مقاصد لپاره استفاده وشي. همدا قسم جناب سید صاحب، در کدام بخشا بیشتر در 20 سال گذشته بیشتر زنان را به خاطر رشد تجارت یا تبلیغات تجارتی استفاده کردن؟ مثلا شما که به بازار برین،
اونجا هر لوحه یا اکثر لوحات علی خو کما کی اصلاح شدن شما کی میبینین در اشتهارات از زنان استفاده میشه چرا از مردا استفاده نمیشه و دیگه اینکه مثلا امی در دا اکثر ادارات بله یک چیز یک ریاست جور شده بود به نام ریاست جندر بجای اینکه با غم امی زنای غریب افغانستان که حقوقش پایمال میشه میراث به او نمیرسه از خدمات صحیح محروم هستن از تعلیم محروم هستن از تمام حقوقشان محروم هستن در او بخش سرمایه گذاری شوه اینجا برای بی حجاب کردن زنها سرمایه گذاری شدن حتی ما شنیدیم که در بعضی از ادارات امی کارکنانی که در بخش جندر فعالیت میکردن اونا به زنها میگفتن که شما میتوانین به شوهران خود طلاق بدین این در کدام فرهنگی ماست در کدام معیار ماست این رقم یعنی فقط برای این که زنان به حجاب شوند زنان در شما خو امی چند روز قبل امی سخنان وزیر سابق معدن هم شنیدین که در چی گپا بود؟ اشرف غنی هم از تمام چیزا خبر داشت مگر هیچ اقدام نمی کرد خب اونا نظر مشخص نظر خود چان است بله. چرا اگر داشت اگر بوده چرا در اون زمان صدای خود را بلند نکرده که امروز از اروپا و آمریکا و کانادا صدای خود را بلند کردن خب سوال خب متوجه امو است بالکل بله. و نمیشه که گپ از اونا را مرتدی بگذاریم بله. و نمیشه گپ از اونا یک اسلحه باشه بر ما اونا گپ از اوناست و اگر قرار میدم چه یک موضوعی میدونده باید در اون روزه که اونا وزیر معادن نظام پیشین بوده که صدای خود بلند میکردن در اون وقتا بعضی صدا بلند شدن مثلا یک کس به نام احمدزای این صدا را بلند کرد صراحتا گفت مگر هیچ کس در این مسئله کدام چیز اکسالعمل نشان نداد ما میگم که در سالهای گذشته با اینکه بسیار پروژه ها برای بنام حقوق زنان و بنام یعنی موضوعات اینجا پیاده شدند و بسیار مصارف شدند مگر در بخش یعنی مشکلات واقعی زنان نشدند 80% یا 90% زنان ما میالم از بسیار حقوقشان حتی ناخبر هستند مثلا میراث یک حق است که الله تعالی به زن داده است تا حال ما نشنیدیم که یک کس یک در افغانستان یک کس بزن یک زمین خود را به او تقسیم کرده باشه میراث خود امی حقی خود را به او داده باشه ببخشید بله. تعلیم و تحصیل حق زن نیست بله تعلیم و تحصیل هم حق خسری سوال میایم بله. مگر چند بار که در کابل خانم‌ها تظاهرات کردن و مظاهره داشتن با واکنش تند شما روبرو شدن و شما در حساب تویترتان در مورد اون زنها و اون خانم‌ها نوشته کردید مشخصا شما چی مشکل دارید با زنها؟ ما هیچ مشکل نداریم اگر این مظاهرات که میشه این صدای واقعی امو صدای واقعی زنهای افغانستان نیستن صدای ببینید شما ببینید در افغانستان چند میلیون زن اینجا مثلا زندگی میکنن در مختلف شهرها در مختلف قریه ها مگر همی چند تا هستن در یک خانه مظاهره جور می اقسام می گرفتن این یک کار پروژه ای هستن شما می دیدین که دیروز همی حجاب اسلامی را که این یک فرهنگ یک از چی نیست طالبانی از امارت نیست که امارت آورده باشد حجاب الله تعالی آورده است در قرآن کریم این حکم نازل کرده است اونا هی را مسخره کردن تا این حد از این معلوم میشه که اینا در یعنی در غم یعنی حقوق واقعی نیستن این پروژه هستن امارت میگه پالیسی است معلوم است که یک تحول بسیار کلان آمد در دیگه ای که همین وقت زمستان است در زمستان خو مکاتب افغانستان هم طبعا رخصت می باشند مجاهد صاحب سخنگوی رسمی امارت اسلامی چند روز قبل گفتن که از بهار آینده انشالله همین مکاتب زنها ای چون افتتاح میشه و باز میشه دیگه بازم اونا که ما نمیدانم که اونا چی میخواهند بالاخره شما چی نوشتید در حساب تویترتان به زنان که تظاهرات کرده بودن؟ والا ما خب حالی باید ندارم که چی نوشته بودیم که شما اگر باید دارین بگوید مشخصا کاش ممرای خود میداشتم به نام خانم ادا خاموش بله بازرس از اونا چیز نوشته بودیم نمیدارم از
زیادم نمیایه. ما خو در تویتر زیاد چیزا می نویسیم و شاید یک مثال داده باشم از یک زن که او از فرهنگ ما، از دین ما، از عنانات ما بسیار دور رفته است و حالا دعوای نمایندگی میکنه از زنهای افغان. زنهای افغان اطورا نبودن. چیزایی که اونا میگن، چیزایی که اونا مینویسن، یعنی حتی شما هم با ما توافق دارین حتما که این نمایندگی از زنهای افغانستان نمیکنه، از مفکوره و فکر و نظریه زنهای افغانستان نمیکنه. شما در مورد ورزش کرکت حرفا و گفتنیای داشتین. این حرفایتان به خاطر بازیکنایی بود که عکس رئیس جمهور پیشینه در صفحات اجتماعی خود پروفایل گذاشتن یا نه با بازی کرکت و ورزش کرکت از دیر زمان مخالفت دارید؟ نه، شما میدانیم که هر عمل عکس العمل دارن. او روز اما یک تن از بازیکنان کرکت کاری کرده بود که بسیار ناموجه بود، مثلا کپیتان تیم ملی کرکت افغانستان. بله. بله، یعنی شما فکر کنین در وقت نظام سابق، یعنی در وقت اشرف غنی، اگر امی بازیکن کرکت اگر با یکی از رهبرای طالبان عکس می گرفتن، یعنی عکس العمل حکومت چی خواهد بود؟ یعنی ما فکر میکنیم که در امور روز او را از وظیفه خود رخصت میکردن. ما فقط همی یعنی برای اینکه به اونا یک میسیج داده باشم که یه طور کارا نکنن، اونا تابع یک نظام هستند و همی حیثیت نظام و اتوریته نظام اونا را باید بشناسند و همی اصول و همی اصول وظیفوی که به اونا تشخیص شدن اونا را رعایت کنن. همی چیز را نوشتیم. در باره کرکت ما کدام مخالفت نداریم. ما بعد وقتا همی بازی های کرکت هم میبینم و برای افغانها و مردم ما یک خوشی است، یعنی خوشی به بار میاره و همیشه افتخاراتم آورده است. مگر یک چیز دیگه هم واقعیت هست. شما گفتین که را بازی انگریزی شما بله گفتین اصلا بازی انگریزی است و ما اصلا و ما ورزش مهم نیست. یعنی یک کس اگر بگویه که بازی بوسکشی در کشورهای آسیای میانه رواج دارن، ده ای کدام مشکل است؟ یک واقعیت است. و یک کس اگر بگویه که بازی مثلا شتر سواری از جهان عرب منشأ گرفته است، در این کدام مشکل نیست. یک واقعیت است. شما ببینین امی اعضایی که در شورای جهانی کرکت عضویت دارن، تمامش زبان رسمیش انگلیسی است. مثلا استرالیا است و نیوزیلند است و هند و پاکستان و بنگلادش و سریلانکا و افریقای جنوبی و خودش انگلستان که اینان قبلا از مستعمرات انگلیس بودن و در وقت استعمار و بازی را اونجا چی شدن. یعنی بعض هم بازی ها که هست کرکت که هست ای در خودش کدام بدی و چیز نداره. ورزش هست، فوتبال هم امیر کم هست در جهان غرب بسیار زیاد رواج داره. دیگه بازی هم امیر کم هست، بعضی از بازی ها شاید در شرق در جهان اسلام چی شده باشه، رواج شده باشه، بعضا به غرب رفته باشه، در این کدام مشکل نیست. مگر امروز یک پیام، یک میسیج میخواستن، باید به اونا یک چیز گفته شده میشد و ما امیرا نوشتیم. پشیمان نیستید از اینکه دل اکثریت بازیکنهای تیم ملی افغانستان از شما ناراحت کردید با نوشتن این متنتان؟ متنی که فقط اشاره شما به یک نفر بود، یک نفر عکس پروفایل خود تغییر داد و شما به تمام کرکت، به تمام کرکت برد افغانستانی پیامتان داشتید. میشد که مستقیم نام میبردید و بالاخره همراهش هر کار که میکردید شاید مشکل وجود نداشت، شاید امروز من همین سوال نمیکردم، اما شما تمام کرکت برد افغانستان و کرکت دلشان آرام ناراحت کردید. نه، ما کرکت کدام چیزی بد نداریم و یک واقعیت گفتیم، اونا هم شاید اونا هم ایره تسلیم کنه، تسلیم دارن. یه خب ایش کس این کار کدن نمیتانه.
یک واقعیت است. خب بعد از او کپیتان تیم ملی فکر کنم به قطر هم دعوت نشد، اگر شما خبر داشته باشید. نمیدانم. قرار است مسابقه باشه و در این روزا بسیار مصروف هستم، از این خبرها هم زیاد تعقیب نکرده ایم. نمیدانم. دستاورد بزرگی که در اداره امور از دیدگاه شما به حیث رئیس مطبوعات اداره امور داشته یا بوده در این مدت که نظام تغییر کرده، چی بوده که مردم افغانستان مطلع شد و با خبر شد؟ دستاورد اداره امور؟ بله. اداره امور یک اداره بسیار مهم در نظام است، یکی از ادارات اصلی و بنیادی نظام است. امی چرخه نظام که به حرکت می آید، امی محورش و اساسش اداره امور است. اداره امور یعنی دارالانشاء ارگ. تمام امورات رسمی، امی احکام و پرامین که صادر می شود، مثلا پیشنهادها که می آیند به ریاست الوزراء و به مقام رهبری امارات و حتی شورای وزیران که یا کابینه که جور می شود، مصوبات تایید میشه و بعد با کتبی به تمام ادارات روان میشه، از امین مجرا چی میشه، از اداره امور. بله. و اداره امور یکی از فعالترین و با یعنی پرکارترین اداره دولت است. همی حال یعنی ما که میبینم همی کارمندان ما در دیگه وزارت ها شاید تا 12 بجه کار میکنه، اینجا اکثریت کارمندان تا دیگر حتی تنها وقت هم بعضی وقتا نوکری و به حیث نوکری وال می باشه و بسیار زیاد کار کرده است. یعنی همی تقرری که میشه یا پیشنهادها که میشه در ولایات، در مرکز و شورای وزیران که دایر میشه، یعنی مهمترین تصامیم اونجا گرفته میشه. او تصامیم باز به اداره امور صوابات جور میکنه، به تمام وزارات و ادارات مربوطه روان میکنه، باز او را پیگیری میکنه. و علاوه از این چند تا وظیفه دی، مثلا وظیفه هماهنگی بین الادارات در ادارات مختلف، یک کار که با دو یا چند تا ادارات سپرده شده باشه، هماهنگیش وظیفه اداره امور است. بله. حتی فشار مثبت بالای ادارات، یک وظیفه که با یک اداره سپرده شده باشه، با او پیگیری میکنه، تعقیب میکنه، نظارت میکنه و تسهیل میکنه در امور. این تمام وظیفه اداره امور است، با اینکه نامش مختصر است مگر کارش بسیار زیاد است و یکی از در نظام های قبلی هم یکی از با قدرت ترین ادارات در افغانستان و تاریخچه بسیار چیز داره، پیشین داره. یعنی از وقت کلانا، از وقت امیر امان الله و حتی عبدالرحمن خان و امیر دوست محمد خان در وقت با یک وزارت به نام وزارت دیوان، وزارت دربار وجود داشت و امو وزارت دربار همی کارا را میکردن. بعدا نامش در بعضی وقتا دارالانشا بود و حالا نامش همی اداره امور است و اداره بسیار مهم است و کارای بسیار زیاد انجام میتن. بسیار خوب. از نظام پیشین یاد کردین، از اداره امور یاد کردین، دکتر صاحب فضلی رئیس اداره امور نظام پیشین بودن. شما میدانید که مردم ما گرسنه است، ما در یک وضعیت بد اقتصادی قرار داریم. میخوایم بدانم که هنوز هم در اداره امور 18 نو گوشت در منیوی چاشت و صبح و شبشان است؟ نه، ما اکثر کارمندان اداره امور غذای چاشت را در همین تامخانه اداره امور میخوریم. در منوی ما در هفته دو بار گوشت است، مثلا گا سبزی باشه، گاه همی ما چنه دال میگیم، ما چی میگی نمیدانم. دال میگیم، مام دال میگیم. خب نه همی چیز که باشه، نخود. بله نخود. بله لوبیا نخود. آره لوبیا نخود. و در هفته دو بار فقط همی یک قسم، گا یک بار گوش مرغ و یک بار گوش گوسفند و دیگه ما 80 رقم گوش مینوی گوش اونجا ندیدیم و همین گزاره میکنیم و دیگه برنجم قطش باشه در با هر چیز. یعنی این چیزا که بودن قبلا این با واقعیت های افغانستان مطابق نبودن. مردم ما اکثریتش
زیر خط فقر زندگی میکنن. اونا گوش حتی در ماها در سالها نمیخورن، به اونا نمیرسن. باز که اینجا در اداره امور یا در ارگ 80 قسم گوشت به مصرف میرسید، همین حال بود که نظام چپا کرد، همین چیزا بود. ولی خداوند امرایتان حساب کنه. کسانی که خیانت کردن، کسانی که دزدی کردن، کسانی که عبدیل و اجدن و گوشت را در فهرست غذایی خود داشتن و متاسفانه یک کشور فقیر هستیم، یک کشور مسکین هستیم، یک کشور که فیصدی زیاد مردم ما نان خوردن خود نداره. اگر نان شب را داره، نان چاشت را نداره. اگر نان چاشت را داره، صبح چای را نداره. ما با تعداد زیاد از هموطنانم در روز سر میخورم، حرفا و قصه هایی میشنوم که واقعا بسیار سخت شنیدنش. بسیار حس میکنم دردم وطنم، از نزدیک حس میکنم دردم وطنم. و خودت که امروز در آمریکا و کانادا و اروپا با امکانات فوق العاده نشستی و انشالله که یک روز روزش میرسه که خداوند امرایتان حساب کنه و حساب بتین و در اون روز همه چیز مطمئن هستم که عدالت راست در اونجا، مطمئنا همه چیز بسیار عادلانه تقسیم خواهد شد و شما جزای اعمالتان را خواهد دیدید که عبدان و گوشت خوردید و مردم ما مسکین بیچاره بود. امیدوار هستم یک روز شما این چونین روزها را نداشته باشید و توقع ما از امارت اسلامی افغانستان بخصوص از ادارات مهمی است که مردم افغانستان مد نظر بگیرند، مردم بیچاره و مسکین باید مد نظر بگیرند، مردمی که در کوچه و پس کوچه افغانستان نان خوردن خود ندارد. ما خبرهای را میشنویم، نمیدانم تا چی حد حقیقت داره، اما در رسانه های معتبر میشنویم که کمک های بشر دوستانه از طرف کشورهای مختلف میآید، اما به غارت میره، اما حق بغدار سپرده نمیشه. بازم در اینجا بس از خود بودن است، به خود میگیرند و بیچاره و مسکین میمانند. امیدوار هستم که اینچنین نشه. بخیر، شما در سال 2007 رادیو را در پکتیا فعال کردید، درست؟ بله. بله، در 20 سال گذشته ما در صف امارت اسلامی اولا چند سال در بخش نظامی و بعدا به مدت تقریبا 14 سال یا 13 سال در بخش فرهنگی و نشراتی رسانه‌ای کار میکردیم. در سال 1386 یا 2007 اونجا او وقتا که همی یورش تبلیغاتی یک طرفه بود، یعنی ما هیچ چیز از امارات هیچ چیز برای نشر نداشتیم، او وقتا بسیار با مشکلات ما یک رادو، یک استیشن اف ام او را به همکاری یکی از انجینران او را جور کردیم و در ولایت پکتیا در یک منطقه کوهستانی اونجا فعال کردیم و بسیار با مشکلات اونجا، یعنی شما فکر کنیم که ما اونجا در یک مغاره بود در اون زندگی میکردیم. از اونجا این رادیو را فعال کرده بودیم و در اکثر مناطق ولایت پکتیا، بعضی مناطق ولایت غزنی و پکتیکا تا مرکز گردیز کار میکرد. دو سال این فعالیت کردیم، بعدا ما رفتم به کمیسیون فرهنگی و در بخشای دیگری کمیسیون فرهنگی مصروف شدم. یعنی رادیوی فرکانستان چطور بعد ساردین فرکانس را که شما نشرات میدادید؟ حتما در وزارت مخابرات هم رابط داشتید شما؟ نه نه، در اون وقتا همی ما باید دارم رادیوی ما رادیوی اف ام بود و فرکانسش همی 88 چی بود نمیدانم، 88 امواج کار میکرد. تصادف ای بود که در اون وقتا بی بی سی که اف ام دستگاه اف ام داره در ولایات، اوه ببخشید، سلام، یک جوس باید بیاره بر ما خودت تعریف جان. جوس چی شیا دارین جناب سعید صاحب؟ هر چیز که دارین.
سیب بیاریم برای خیلی ما هم به همراه سعید صاحب یک جوز سیب بعد از وقتا نوشتان میکنیم ببینیم جوز سیب چطور از تمش. تشکر جناب انیف عزیز، بخیر باشین. در وقتا بی بی سی هم در عالم شاید داره در گردیز یک استیشن اف ام داشت با مو 88 درجه چی میکرد فعالیت میکرد. ما که فعالیت شروع کردیم چون رادیوی ما بسیار در منطقه کوهستانی بود، بالا بود، یعنی از بالا یک صحای با بالا کوهستانی فعالیت میکرد. وقتی که رادیوی ما شروع میشد در اکثر مناطق رادیوی بی بی سی کار نمیکرد. در وقتا یک خبریال بی بی سی بود در خوست و نام الیاس وحدت، بعدا والی پکتیکا شد در نظام قبلی، او به ما شکایت کرد، گفتن که شما همی فریکانسی ما را اشغال کردین. ما گفتین که شما آمده این تمام کشوری ما را اشغال کردین، انگلیسی آمده در هلمند نمیدانم 20 یا 30 هزار اساکیر خود آورده همی قریه ها و شهرهای ما را اشغال کرده. ما که در فریکانسی خود در فضای خود فعالیت کنیم شاید این ظلم در حق شما نباشد. بعدا چیز نگفتن. باز چرا رادیو را غیر فعال شد بعد از 2 سال و یا نشراتش ادامه داشت؟ نه، 2 سال بعد یک مشکل تخنیکی در او پیدا شد، چون که او وقتا ما نمی توانستیم که او را به شهر بیاریم و از امو انجینرا که در شهر هستن و اکثر انجینرا به این بلد هم نبودن. خب بسیار یک کاری چی است؟ کار تخنیکی است. بله. بله. از او وقتا چند ماه نشراتش معطل شد. بعدا ما رفتیم به یک وظیفه دیگه در بخش در کمیسیونی فرهنگی، در بخش امی مقاله نویسی و نویسندگی خدمت خود شروع کردیم و رفیقای ما بعدا هم او را فعال نگه داشت. در چند سال او فعالیت میکرد، اما در سالهای اول که بود امی صحای نشراتش هم زیاد بود و نشراتش خوب بود. بسیار خوب. از مشکلات شما یاد کردید، گفتین زمانی که ما نشرات داشتیم مشکلات به حد و اندازه همچنان وجود داشت. میشه بر ما بگین چی مشکل داشتین شما؟ مثلا در جایی که ما بودوباش داشتیم، یک جایی بود بسیار بالا در کوه، در اونجا آب نبود. ما برای آب باید 20 دقیقه یا همی حوالی همی 20 دقیقه مزل می کردیم و می آمدیم پایین برای آب گرفتن و اونجا هیچ چیز برای پختن نبود. ما در روز همی چیزها را جمع می کردیم، بوته ها را و همی چوبه ها و این چیزها را، از او یک نان برای خود می پخته می کردیم و همی و دیگه بسیار مشکل. مثلا تیل به اونجا که ما میرسانیدیم بسیار مشکل داشت و همین خطرات امنیتی خو علاوازی بود. امریکایی بسیار زیاد متوجه بودن، حتی ورقهای چاپ کرده بودن از تیارات انداخت که شما اگر در باره امی رادیو کدام معلومات اگر دارین به ما امی معلومات بیتین، ما به شما جایزه میدهیم. این خو همین مشکلات امنیتی بود. و دیگه که اونجا یعنی ما چیز نداشتیم، در وقتا خو همی تلفن هم پیشرفته نبود. ما از تیپ همی تفریکاردر قبلی از او استفاده میکردیم، در کسیت همی خبرها را ثبت میکردیم، بعد از ترانه میانداختیم و از او استفاده میکردیم و همو 1.5 ساعت نشرات که ما داشتیم روزانه. و دیگه وقتا اینترنت یعنی همی صفحات اجتماعی یا ویب سایت هم نبود که ما از او یک مطلب بگیریم. ما خودم مجبور بودم که هر روز تمام خبرها را بنویسیم و 1-2 مقاله هم بنویسیم هر روز که همو تبصیره باشه و مقاله باشه در او نشر شوه. این بسیار مشکلات بود، مگر یک نتیجه خوب برای ما داشت همی که ما از بسیار همی مجبوری، ما مجبور بود که یک چیز بنویسم. ما را همی استعداد نویسندگی به ما داد که ما بعدتر یعنی یک چند ماه بعد بسیار بی تکلف می توانستیم که یک چیز را بنویسیم. و بعدا در بخش همین نویسندگی الله تعالی از ما بسیار زیاد
خدمت گرفت، کار گرفت در بخش جهادی و فرهنگی. دیگه مشکلات بسیار زیاد بود. طبعا گاهی وقت هم شد که بالایتان عمله صورت بگیره در اون مغاره ها و کوها؟ نه، مشخصا با ما، یعنی با رادیو که ما او را رادیو صدای رادیو شاهیکوت، شاهیکوت یک منطقه است در پکتیا که در امو اوائل اشغال اونجا یک معرکه بسیار تاریخی به امریکایا صورت گرفت. بسیار زیاد امریکایا اونجا تلفات دیدن، اونجا یک عملیات اونا کردن به نام عملیات اناکوندا. با این نام ها شما اگر این نام شاهیکوت را و عملیات اناکوندا اپریشن را سرچ کنین، باز معلوم میشین که اونجا یک معرکه بسیار کلان شده است، یک جنگ بسیار کلان شده است. ما به نام او فعالیت میکردیم، مگر چون که امی جای یا امی امواج چی افم ای چی نمیشه، یعنی مشخص زن معلوم نمیشه، بله رادیابی نمیشه، اونا نتوانستن که جای ما را پیدا کنن. با اینکه ما ثابت بودیم در یک جای، یعنی متحرک نبودیم، اما در یک وقت ای رقم شد که در نزدیکای ما مجاهدین بودت سری اونا چاپان داختن. یک قریه است در مابین زرمت و غزنی، یعنی پکتیا و غزنی، به نام سکو. در اونجا مجاهدین آمده بودن، ما در یک طرف کو بودیم، اونا در طرف دیگه کو بودن، سری اونا چاپان داختن. و در اون وقت همی تیارات و هلیکوپترها که دور می خوردن سری ما می آمدن. ما فکر کردیم که شاید چاپا سری ما باشه. ما از منطقه رفتیم. در اون شب همی نشرات ما متوقف شد، معطل شد. تمام شب همی تیارات بود و بمبار بود و جنگ بود. وقتی که نشرات ما معطل شد، بعضی مردم فهمیدن که شاید رادیو در امینجا باشن. با اینکه ما بسیار نزدیک بودیم، مگر ما الله تعالی ما را نجات دادن و ما کدام آسیبی نرسید. و دیگه مشخصا به ما، یعنی ما هدف نشدیم. شما در بخش های نظامی هم همکاری داشتید و در کجا و چی گونه همکاری ها داشتید؟ در کدام ولایت افغانستان؟ در اوائل اشغال، یعنی وقتی که امریکایا اشغال کردن، ما طالب مدرسه بودم، در صنف هفت بودم. اونجا مدرسه ما که بود، در او کتاب های مکتب هم خوانده می شود و کتاب های مدرسه هم بود، هر دو ما می خواندیم. وقتی که اشغال آمد، یک روز، یعنی بعد ازش، این در سال اول اشغال، در سال 1380 بود غالبا، 80-81، بله. در اون وقتا ما همی تعلیم خود را ادامه می دادیم. در مرکز ولسوالی زرمت پکتیا یک مدرسه بود به نام دارالعلوم زرمت. ما اونجا یک روز مدرسه بودیم که چند تا امی از افراد مسلح غیر مسئول که میگویند، یا مثلا امی ملیشه ها میگویند، با امریکایا که چیز داشتن، با امریکایا که رابطه داشتن، اونا آمدن به ما گفتن که ما جای برای بدوباش نداریم، شما مدرسه خود خالی کنین و ما اینجا یک پوسته جور میکنیم در مدرسه شما. استادای ما بسیار عذر و زاری کرد و گفتن که ما به آخر سال نزدیک هستیم، شما صبر کنین که ما امتحان خود بگیریم، بعدا شما بیاین. خب اونا کدام جواب ندادن. فردا که ما می آمدیم، سری مدرسه همی بیرق نصب شده بود، مدرسه عملا به پوسته تبدیل شده بود. ما مجبور شدیم به یک مدرسه که در قریه بود، همی که درس می یا حجره می خواهن در قریجات که می باشن، در نزدیک مسجد، اونجا درس خود را شروع کردیم. بعدا اونجا بودیم در سالای اول، یعنی با امی قشر دینی بسیار زیاد توهین می شود. یعنی شخصا با ما دو دفعه بلونگی ما توهین شده است. امی کسانی که نزدیک به حکومت بودن یا به امریکایا رابطه داشتن یا به امی تحول بسیار او را بحال کده بودن به اصطلاح. و بعضی وقتا سری بعضی علما گرفتار شدن. در منطقه ما بسیار علمای معتبر او را گرفتن و به گوانتانامو او را بردن و ما مجبور شدیم، همی طلبا رفیقا مجبور شدیم که باید دست به جهاد بزنیم. در سالای اول، یعنی از سال 2004 تا سال 2007، در او وقتا در عملیات نظامی که بسیار مخفیانه بود، در شب بود همیشه و اکثر عملیات ما هم امی عملیات مینگذاری بود برای امریکایی ها که ما در راه هایی که امریکایی ها
گزمه میکردن اونجا در شب ما این گزاری میکردیم بعد با واسطه ریموت او را انفجار میدادیم در اون وقتا در تقریبا چند ماه سال ما درس میخواندیم و چند همی جهاد میکردیم و بعدا قسمی که ما با از اول با همی نویسندگی و شعر و این چیزا علاقه داشتیم همی مسئولین یا کلانای ما مرا گفتن که شما در همی بخش رادیو فعالیت شروع کنین بعد ما رفتم بعد از او وقتا یعنی ما در بخش نظامی کدام کاری نکدایم در بخش نویسندگی و پرهنگی در این بخش مصروف هست بسیار خوب در اواخر چی میکردید؟ در مثلا یک سال گذشته؟ بله از سال 2009 تا امی تحول ما در رسمان در کمیسیون پرهنگی امارت اسلامی عضو بودم و در این کمیسیون در سالهای آخر یک شعبه به نام شعبه تاریخ من مسئول شعبه تاریخ بودم شعبه و در زمین دیگه کارا میکردیم مثلا بسیار مقاله می نوشتیم شعر می نوشتیم شعر را ترانه ها را به امی ترانه خوانا می دادیم اونا می گفتن و بدها ترانه ها اونا خوانده است و مقاله می نوشتیم البته به نام مستعار چون وقت خانواده ما در ساحه بود که حکومت می توانست به اونا یک آسیب برسن بله ما مجبور بودیم به نام مستعار فعالیت خود بکنیم به مختلف نام ها و در مقاله می نوشتیم در سایت ها نشر می کردیم و همچنان در سایت الاماره یک تفسیره بود تفسیره رسمی به نام تفسیره هفته او را یک 30 سال تقریبا هر هفته می نوشتیم که امی نظر رسمی امارت اسلامی را چی میکرد منعکس میکرد و در بخش تاریخ هم کار میکردیم مثلا ما سوانح مجاهدین که مجاهدین کلانای امارت اسلامی او را جمع میکردیم که از او یک مجموعه تقریبا در 500 صفحه چاپ شد به نام دسپین کاروان سرلاری که او در فارسی هم ترجمه شده به نام پیشتازان کاروان جهاد و مفتی انعام الله سمنگانی صاحب که آل یکی از سخنگوهای امارت اسلامی است او را از پشتو به فارسی ترجمه کرد و چاپ شد در او به تقریبا 50 تن از سوانح کلانای امارت اسلامی در او نشر شده و تمام جوانب زندگی اونا را منعکس شده در کتاب و بعدا در این سالهای اخیر یک کار مهم که به ما سپرده شده بود و به همکاری دیگر رفیقا او سوانح یا امی زندگی نامه رهبر امارت اسلامی مرحوم ملا محمد عمر مجاهد بود که ما چند سال سری او کار کردیم با ده ها تن از کسانی که به او رابطه مستقیم و نزدیک داشتن مثلا از اعضای خانواده او از رفیقای مدرسه او از رفیقای جهاد او از اعضای دفتر او در وقت امارت اسلامی و کسانی که در امی 13 سال اخیر با اونا بودن با اونا مصاحبه روبرو کردیم امی معلومات جمع کردیم از او یک کتاب جور کردیم که آلی با سال گذشته با چی با زبان پشتو چاپ شد به نام سالس عمر و حالا ترجمهش به 4 زبان تکمیل شده به زبان فارسی، به زبان عربی، به زبان انگلیسی و زبان اردو و در رامی نزدیکا انشالله به همی 4 زبانم چاپ خواهد شد و ای و نه تنها همی زندگی نامه مفصل رهبر امارت اسلامی است مؤسس امارت اسلامی است بلکه در ضمن یک تاریخ واقعی از امارت اسلامی است شما میدانید که در برای امارت اسلامی تبلیغات بسیار زیاد شده تبلیغات کاذب بسیار یعنی بسیار زیاد کتابا نوشته شده یک پاکستانی به نام احمد رشید آمده کتاب نوشته در حالی که طالب را هیچ نمیشناسه که طالب یعنی کی یک کس به نام چنگیز پهلوان از ایران آمده یک کتاب نوشته درباره طالبان درباره امارت اسلامی بسیار دروغ گفته است غربی ها آمده است کتاب نوشته است مگر حالا به او استناد میشه در واقعیت که امی شما یعنی گفتین قبلا در امو مجلس قبلی شما گفتین
که قبلا ما اینطور فکر نمیکردیم که طالبان اینطور یک مردم باشه، الان فکر میکنیم که بسیار خوب مردم هستند. این یک واقعیت است که این واقعیت همین چی شده، یعنی تعال مخفی مانده است، باید به دنیا این معلوم شوه و از این کتاب ها و از چیزها که طالبان واقعی همی هستند. جناب سعید صاحب، چند سوال شخصی دارم، خصوصی است میپرسم و چند سوال هم سوال های بل نخیر است، سوال های کوتاه. چند سال دارید و از کدام ولایت افغانستان است؟ ما در سال 1363 به دنیا آمده ایم. بسیار خوب، 63 شاید 37 بخیر. بله آسیب هست. بله، در وقتی که خانواده ما مهاجر بود از روس ها، در وقتی اشغال روس ها خانواده ما مهاجر بود در وزیرستان شمالی، یک منطقه است به نام منطقه رزمک پاکستان. بله، در مناطق قبائلی که است وزیرستان شمالی، در امو وقت هجرت به دنیا آمده ایم. از ولایت پکتیا، از ولسوالی زرمت است. بسیار خوب، اگر دوست دارید از زندگی شخصیتان قصه کنید. ازدواج کردین؟ بله، و 4 تا اولاد دارم. نام خدا؟ 3 تا فرزند و 1 دختر. فرزند کلانتان چند سال عمر دارد؟ فرزند کلان ما شاید 10 سال سالش پوره شده و در 11 سالگی شاید باشه، و حالا مصروف حفظ قرآن کریم است و 8 سفاره قرآن کریم حفظ کرده. ماشاءالله. در کنارش مکتب میره؟ مکتب خواندن نمیدانم 3 یا 4 سیم، بعدن با حفظ بسیار ذهین بود و علاقه بسیار زیاد داشت، چون ما خودم حافظ هستم. بسیار. اون بسیار زیاد علاقه داشت که ما حفظ میکنم. ما برش گفتم که حفظ یک بار بسیار گران است، یعنی سنگین است. یاد کردن قرآن کریم آسان، مگر حفاظت کردنش که حفظ بمانه، این بسیار سخت است. تاکید داشتن، ما برش گفتم که صحیح است، حالا حفظ میکنه بسیار به شوق انشاءالله پیش میره. خب، از فامیل و دوستان نزدیکتان در نظام پیشین کسی کار میکرد؟ نه، از فامیل ما هیچ کس در نظام ما نبود. حتی از ولسوالی ما اگر بگویم، هر منطقه در افغانستان تکیه بر یک وجه اقتصادی دارن. مثلا بعضی مردم، مثلا مردم کابل هستن، اکثرش مامور هستن یا در حکومت کار میکنن. در بعضی مثلا منطقه ما که است، تمام مردمش اتکا به همی چیز دارن، به عرب، به کشورهای عرب میرن، خصوصا به سعودی عربستان، اونجا مسافری میکنن، کاروبار میکنن، بعضو امرار معاش میکنن. از خانواده ما که هستن، ما 3 برادرش در همی بخش یعنی مصروف هستن، در سعودی عرب کار میکنن. و دیگه همی از نزدیکان و از در قریه ما و در نزدیکای ما هیچ کس یعنی در حکومت نمیدن. بسیار خوب، چی یک جوس خوشتم است؟ شما یک کم نوشجان کنید جناب؟ درست. در کودکیتان چیگونه یک شخص بودین؟ جنگجو یا آرام؟ جنگ دوست داشتیم؟ نه، جنگ دوست نداشتیم. ما که باید دارم در وقت هجرت، در کمپ هجرت بودم. ما در شاید در سمپ دوم یا سوم بودم. برادر کلانی من در سمپ هفتم بود. وقتی که از مکتب می آمدیم، همی وقت چاشت یا ما غرمه میگیم، وقت پیشین، در او وقتا نزدیک ما یک نهر بودن. تمام همی برادرای ما و همی رفیقای ما می رفتن به نهر، اونجا آبازی می کردن. و ما همو کتابای برادر کلانی خدا که از سمپ هفت بود، همی کتابای آسانش، مثلا کتاب پشتو، کتاب تاریخ و ای چیزا،
ایرا میگرفتم و کوشش میکردیم که ایرا بخوانیم، خصوصا با شعر و ترانه زیاد علاقه داشتیم. یعنی ما که فکر میکنیم زیاد متحرک و زیاد شوخ نبود، فهمی مطالعه و به این چیزا علاقه زیاد بود. بسیار خوب، خود سوال پاسخ دادید. ما همیشه در برنامه خود در مورد حق تحصیل و حق کار خانم‌ها پرسان کردیم، سوال کردیم. بله. شما دیگه تقریبا موافق هستید یا نه مخالف هستید؟ بله، ما در او بخشا که در زندگی زنها، یعنی در زندگی عامه در زنها، برای زنها در او ضرورت است. در او بخش، یعنی اول خود در بخش شرعی، این خود یک فریضه دینی و شرعی است برای هر مرد، برای هر زن. امی احکامی که برای به اونا فرض هستند، مثلا نماز است، روزه است، حج است و زکات است و چیزا، ای علمش خوب فرض است. از علوم دنیوی یا علوم عصری که میگن در او بخشم، در کدام بخشا که زنها کار میکنه و ضرورت است به اونا، مثلا در بخش طب است، در بعضی وقتا شاید در بخش امنیت باشه یا دیگه بخشا باشه. در او بخشم یعنی هر چیز در یک قاعده است، میگن که هر چیز که مشروط بهی یک واجب باشه او خودش هم واجب میشه. یعنی وقتی که در او بخشا با یک زن ضرورت باشه، با همو علم که برای بخش ضرور است، علم هم ضرور است و لازم است. و در آخر چند سوال کوتاه داریم جناب سید صاحب، کوتاه پاسخ بدید. اوقات بیکاری گفتین شعر می نویسید. قبلا شعر زیاد می نوشتیم و حالا اوقات بیکاری علی خو کوشش میکنیم که مطالعه کنیم، کتاب بخونیم. خب ما گفتم میگن کوشش میکنیم که اگان جو تفریح بریم، چکر بریم، نه کابلا ببینیم، نقاط مختلف کابلا ببینیم و مناطق مختلف ببینیم. تا حال خو نرفتیم، فقط یک دفعه سروبی رفته بودیم به بندی نغلو. ما ای خوردن اطلاع رفته بودیم. اونجا یک رفیق ما بود، به او جای او رفته بودیم و دیگه تا حال به تفریح نرفتیم. اینجا با کامپیوترهای مدل جدید سال، مثلا مک پرومو 2021 آشنایی داری؟ نه، من خود یک کامپیوتر دارم، کامپیوتر ایچ پی است و نمیدانم کورای پایپ است یا چند است. از چند سال از او استفاده میکنیم که کامپیوتر لپتاپ است و دیگه کامپیوترهای نو که شما میگین با یک کدام چیز ندارم آشنایی. از راندن موترسایکل خاطرات جالب در ذهنتان دارد؟ موترسایکل بسیار جات از موترسایکل استفاده کردیم، مگر خاطره حالا به ذهنم نمی آید کدام خاطره جالب. میگن ساعت 6 صبح وظیفه میرین در این روزا؟ نه، ما ساعت تقریبا ساعت 7:30 کار ما شروع میشه. بعضی کارا رسمیات خود تقریبا از 8:30 شروع میشه و بعضی کارا یعنی امی ماورا از وظیفه رسمی در چوکات اداره امور او از ساعت 7:30 شروع میکنه. با چند نوع صلاح آشنایی دارید؟ بس صلاح زیاد آشنایی نداریم، فقط امی صلاحای کلاشینکوب که است بسیار مشهور است، با او کمک آشنایی داریم و دیگه صلاح زیاد آشنایی نداریم. از کدام نوع تلفن استفاده میکنید؟ آیفون یا سامسونگ؟ نه، سامسونگ استفاده میکنم. آیفون کدام گاهی وقت هم استفاده کرد؟ نه، شخصا استفاده نکردم از سامسونگ. از اپلیکیشن تیک تاک چطور؟ گاهی وقت استفاده؟ نه، تا حال دانلود نکردیم، اونو دیدیم. فقط همین ویدیوهایش گاه گاه در یک جا پیش میآید. مگر این رقم انتباه مایی است که بسیار یک اپلیکیشنی مبتذل است، برای جوانا خوب نیست، خواهیان استفاده نکنن. بله. تشکر جناب سید صاحب از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین به برنامه مدین. سلامت باشین. تشکر از شما و در آخر یک معذرت میخواهیم، این اولین مصاحبه ماست که به زبان پارسی یا دری شیرین، زبان شیرین دری مصاحبه میکنیم. اگر کدام غلطی یا در ادبیات یا زبان پارسی یا دری، خب ماشاءالله یک زبان بسیار عالی است و ما شخصا بسیار به شعر پارسی علاقه دارم، به شعرهای کلاسیک و به بعضی از شعرهای معاصر، شعرهای معاصر
اگر کدام غلطی رخ داده باشه معذرت میخوام. بسیار عالی، بسیار عالی بود. تشکر از اینکه وقت گذاشتید و آمدین به برنامه. انشاءالله که کارهایتان به خیر و خوبی پیش بره و موفقیت‌های بیشمار برتان میخواییم. ممنونتان، بخیر. سلامت باشید. تشکر از وطندارایم که تا اید ما را همراهی کردن. یک سپاسگزاری ویژه از رستوران پرایم. اگر بعض وقت دلتنگ میشین، ناراحت هستید، خسته هستین، فامیلتان میخواهید که به رستوران برین، پرایم انتخاب کنین، یک فضای واقعا جذاب و دیدنی داره. و در کنارش از حمایت کننده مالی برنامه ما، شرکت صنعتی امین نور، تولید کننده بیتری های افغان پاور، همچنان سپاسگزار هستم. به خاطر در این شرایط سخت اونا کار میکنن، در این شرایط سخت در کنار مردم خود هستن و تعداد زیاد از هموطنهای ما هم در این کمپنی یا در این شرکت مصروف کار است. پس بیاین ما شما یک جا شرکت صنعتی امین نور را حمایت کنیم. اگر بیتری کار داشتیم حتما از اونجا بخریم. تشکر، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.